شادی همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، من ببخشید، من دیروزم با اتون تماس گرفتم ولی آخر وقت بود، نتونستم بقیه حرفامو بزنم و کمکتون رو نتونستم بشنوم. راجبه چی بود؟ چون تعریف کردم. بفرمایید جانم، بفرمایید بفرمایید. داشتم تعریف کردم که 3 سال پیش شوهر کردم و بلژیک زندگی میکنم و به خاطر شغل شوهرم بعد نزدیک 2 سال و نیم 3 سال میرفتیم ترکیه و همه این کارا رو کردیم، بچه دار شدم، بچه دومم تازه 5 ماه پیش به دنیا آمد و وقتی که رسیدیم بلژیک بعد از 1 ماه و نیم سر یه جمله زندگیمون از هم پاشید، یعنی طلاق گرفتیم و اینکه بچه ها رو ازم گرفت و دادگاه، چون دادگاه بچه ها رو دادم بهش به خاطر اینکه تو اون شرایطی که بود من یه دونه از بچه هامو، بچه بزرگم که 2 سالشه، بردم ترکیه چون همه چی اینقدر برام سخت بود دیگه نمیتونستم اینجا باشم، رفتم ترکیه و پیدام کرد، پلیس گرفتتم، برگشتم باز دوباره بلژیک و اینکه قانونم بچه ها رو دادن به باباش چون که یه وکیل خیلی خوبم گرفته بود، من اصلا وقت اینکه وکیل بخوام بگیرم و نداشتم و خیلی چیزایی دیگه. آخه ببینید عزیز، ما دیروز هم یه زن، آخه صبر کنین، به وکیل که ارتباط، یه زنی بیاد با یه آدم ازدواج کنه که حالا نادرست، بعد 2 تا بچه داره، یه بچه شو بذاره، یه بچه دیگه شو از اینجا برداره بره ترکیه، بعد برن دنبالش، بعد بیارن، خب برام هر دادگاهی میگه این مادر که همچی تصمیمی اینقدر غیر عاقلانه و بد و غلط میگیره، تازه یه بچه شو میذاره میره، خب معلوم صلاحیت مادری نداره. منم اگر بودم همچین رأی میدادم. شما که نمیتونید به بهانه اینکه اینجا برای من سخت بود، برای من سخت بود رفتم. بعدم دیروز هم اشاره کردید که پدر بزرگوارتون راهنماتون بود. آخه این چه چاه نمایی بود؟ ازدواج شما غلط بود. نصب کنید یه مردی عربه آمده تو این کشور بلژیک اگر اشتباه نکنم، شما ایرانی آمدید اینجا، این آدم فوتبالیسته، این آدمی است که یه ویژگی خاصی داره و ستاره ای هست، در تیمای مختلف بازی کرده، ارتباط و شباهتش با شما کجاست؟ بعد 2 تا بچه آوردید، حالا با اون بعد مادرش با شما اصلا نساخته که خیلی عادی و طبیعی است در یه همچی جوابی، مذهبتون هم که متفاوته، شما شیعه هستید و سنیه، همه چیز خراب بوده، بعدم شما آمدید یه بچه رو گذاشتید، بچه دیگر رشید بده که فشار روی من بود، ولی چه فشاری رو شما بود؟ نشسته تو خونتون چی کارتون میکرد؟ یعنی شما دست به کاری زدید که باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، منم اگر قاضی بودم قرار بود رأی بدم بر همین اطلاعاتی که هم میگفتم، خب ایشون نمیتونه بچه رو مادر خوبی برای بچه ها باشه بر اساس اصلی که هست، ولی بعد گفتم خدمتون یه همچی آدمی با این ویژگی های روانی به دلیل مسئله شهرت و محبوبیتش با شما کنار میاد، این مردان هم اول برای جنگ و به خاطر برخی از اوقات خودخواهی خانواده بچه ها رو از مادرها میگیرن، ولی بعدا میرن 2 دستی تقدیم میکنن، مگر در اینجا مادر بزرگایی باشن که حالا در به در به دنبال نوه هاشون میگشتن، بازی و بهانه اونا در بیارن نگه دارن. یعنی در عمل شوهر شما که کسی نیست که بخواد تو خونه بشینه بچه داری کنه یا شرایطی فراهم کنه که از بچه مراقبت کنن. بله صبر کنین، هیچ پرستاری هم که جای مادر رو نمیگیره. نه چون که مادرش اصلا دوست نداره شوهرم برگرده پیش من، همه جوره یعنی هیچ امکان نداره بخواد بره به شوهر من بخواد بگه بچه ها سختن یا من نمیتونم، چون اصلا دوست نداره برگرده، چون تو حد این توی این 3 ماهی که ما جدا شدیم اصلا من همه جوره سعی کردم، چه با گریه، چه با التماس، چه نرمال باش صحبت کردم که برگرد، ما 2 تا دختر بچه داریم، برگرد به زندگی، این کارو نکن، هیچ جوره کمک نکرد. یعنی حتی تو این 3 سال هم اگر خودشم بودم مثلا خودشم پرسیدم مگه ما چند بار دعوا کردیم، این دعوا 3 ومیمون بود،
یعنی از اون زندگی ها نداشتیم که هر هفته دعوا باشه، هر ماه دعوا باشه. این دقیقا سومین دعوای ما بودش که اینجوری شدش. الان هم به یه جایی رسیدم که واقعا نمیدونم چی کار بکنم. اون خودش همشه به من میگه که من قصدم نیستش که بخوام بچه ها رو از تو بگیرم، ولی موقعی که من بخوام میتونی بیای بچه ها رو ببینی، بچه ها پیش تو باشن چند روز، مثلا دو روز در هفته، سه روز در هفته پیش تو باشن، بقیه روزا پیش من باشن. و این چیز برای من خیلی سختی که بخوام قبول کنم. آخه اون کار نمیکنه عزیز من، عزیز من صبر کنی. این پیشنهاد ایشون که کار نمیکنه. بعد از یه مدتی توی هر جمعی بشینه پرو هر آدم نیمه آگاه و یا آگاهی بره میگن این کار خراب کردن از پادر آوردن دو تا بچه است، این دو تا بچه رو بده به مادر. مگر اینکه او بتونه بگه مادر یه خلوچل دیوونه ایه که من جرئت نمیکنم بچه‌ام اونجا بگذارم. اگر شما کارای عجیب و غریب، خیلی خب، پس بنابراین اگر نیست قبول کنید، قبول کنید این اوضاع. عزیزم من صدها مورد داشتم که ابتدا پدر و خانواده جنگیدن تا پای مرد که بچه‌ها رو بگیرن. اگر بگم 95% بعد از 3 ماه بچه‌ها رو آوردن دادن رفتن، برای که کسی در سر مسئله‌شون رو نمی‌خواد و بعدم هیچ کس تاییدشون نمی‌کنه. پرو هر کس که برن بگن ما از یه مادری دو تا بچه‌شو گرفتیم، بنا خونه مادر بزرگ یا خونه عمه و خاله است، همه بهشون میگن خب برای چی این کارو کردی؟ برای تازه تمام کسانی که درگیر این مشورت‌ها میشن زنا هستن که به دلیل اون احساس مادریشون فکر کنن بچه رو تو مگر شرایط استثنایی نباید از مادر گرفت. خب شما یه ذره صبر و حوصله به خرج بدید. این ازدواج سر نمیگیره که شما بخواید ازدواج کنید، اشتباه بود. ولی در خصوص بچه‌ها بعد از یه مدتی من مطمئنم اون رو به شما خواهد داد اگر شما واقع بینانه و عاقلانه رفتار کنید. تمام سعیم این بودش که بخواد برگرده به زندگی. بخواد اینکه من خودم دوران بچگی مادر پدرم از هم جدا شدم و با یه نامادری بزرگ شدم و چون خودم اون سختی ها رو کشیدم اصلا نمیتونم ببینم دو تا دخترم این سختی ها که من کشیدم رو بخوام بکشن و این برام خیلی سخته که بعد عزیز من آخه قربونت برم رو خط رادیو داری میگی من به صرف اینکه نامادری داشتم که نمیتونم حالا مادر بدی باشم، بعد بگم من اون سختی ها رو میدم. تو این سختی ها رو میرسید باید ازدواج واقعی بینانه تر میکردی. این سختی ها رو میدونستی باید بی خودی یک کار رو به اینجا نمیرسوندی. ولی تو که نمیتونی بگی من چون سختی کشیدم میدونم چقدر بده حالا بچه هم نمیخوام. کاملا حرفت قابل قبوله و درسته، دقیق هم هست، 5 برابر یه مادر عادی هم آسیبه، ولی راهی تو نگذاشتی. الان هم باز داری همون کار رو میکنی، الان هم باز داری همون کار رو میکنی. یعنی این با بیتاقتید و بیتوجهی به واقعیت من مثل که من برگردم بگم میخوام وزن کم کنم، بگم خب الان کم کن دیگه، تو 5 دقیقه دیگه کم کن. آخه من زمان میخوام. منم الان حرفم به تو اینه که این آدم با ویژگی روانی که این تیپ آدم ها دارن دیر یا زود بچه رو میخواد برای چی؟ گفتم فقط در جایی من دیدم که این مسئله است که مادر بزرگی خالی و تنها گرفته نشسته، حالا از لج عروس سابقش یا به خاطر خودشیرینی و یا اصلا اصولا واقعا هم نبر و دوست داره، بچه رو میخواد از مادرش جدا کنه که اینقدر بیرحمیست، ولی میکنه. اینو دیدم، این کارم نمیکنه چون که میگم مادرش نه سر عزیزم، عزیزم تو خوشبختانه گوش نمیدی، گوش نمیدی. خیلی خوب گیر افتادی، همه چی خراب بوده در وقت ازدواج، باید میدونستی همچین مادر. الانم تنها امید تو چی عزیز؟ تو در جنگیدن با این آدم موفق نمیشی به دو دلیل. یکی اینکه کارهایی که کردی تو پرونده‌ات هست، دومی که به قول خودت اون پول داره و وکیل خوب داره، تموم کاره. اینکه پس تو با جنگ به او به جایی نمیرسی، پس باید از طریق صلح و به هر حال بیتوجهی و بی‌اعتنایی کوتاه مدت در بیاری. بسار ای بسا بعد از 1 ماه 2 ماه بچه ها رو میاره تحویلت میده، خودت هم خلاص کنه. الان هم که به تو اینو میگه، تو هم نه غر بزن نه نق بزن، نه گریه کن نه ناله کن، به عنوان یه مادر مسئول خوب عمل کن. اونم که دشمن بچه هاش که نیست، برای ای بسا اون مادر بزرگم اونقدر دیگه کاری نباشه که بخواد نوه هاش رو نگه داره، اونم دوتا دختر رو، اونم دست از این بازی مسخره بیمارگونه برداره. تو راه دیگری نداری عزیز، و بعدم کسی نمیتونه کاری برات بکنه یا توصیه‌ای بکنه. دیروز هم همین حرف رو به تو زدم، قبولش کن ولش کن. برای که واقعیت ها مطالعات اینو نشون میده که پدران نگهدار بچه هاشون نیستند.
90-95 درصدشون بعد از این مدل مثلا وقتی بچه ها کوچیکن ول میکنن میرن، تحویل مادر میدن، خودشون خلاص میکنن، برن تازه ایوالا میخوام آقای برن دکتر زن بگیره. راستی بخواه، من خودم با بابام بزرگ شدم و هیچ وقت بابای ما ما رو ول نکرد، یعنی تونست با اینکه شرایط شوهر منو نداشت ولی تونست، و اون چیزی هم که نه من دیگه. گفتم اون من که با تجربه زندگی نمی کنم یه مورد داری، بله همون پدری بوده که تو انداخته دست اون نامادری بعد. چرا اینجا پدر اشکالی نداره؟ ما شوهر ول نکرد، انداخته دست یه دیوونه دیگه. نکن عزیز، نکن اینقدر ساده لوحانه و سطحی به موضوع برخورد نکن. ای لطف کردی، تلفن کردی، یه کمی هم قبول کن که کسی حرفی مختلف و متفاوت از آنچه که در ذهن تو هست بهت بزنه. برای یک کسی به تو گفته راه حلی برای این کار وجود داره؟ اصلا تو تا بال از کسی شنیدی که بگه یه راه خوبی وجود داره برای حل این مسئله؟ به تو گفتن؟ به من میگی؟ میگم نیست جان؟ تا الان خب نشیدم، نه برای خب. بهتون زدم چون واقعا نمیتونم چیکار کنم. بچه چون نمیدونی چیکار کنی؟ شما قبول میکنید شرایط رو با توجه به حکم دادگاه، با خوبی و مهربونی با بچه ها، با خوبی و مهربونی با شوهر سابقت، با خانوادش برخورد میکنی تا اینکه اونا قبول کنن تو برای بچه ها خوب و مفیدی، بچه ها رو تحویل تو بدن، تو هم از این فشار و ناراحتی بی بیرون، شوهرت هم که به اندازه کافی پول داره، امیدوارم در این زمینه دست از دشمنی برداره، خرج تو و بچه ها رو بگونه که خوب زندگی کنید به شما هم بده. خواهش میکنم مواظب خودت باش، بی خودی هم نخواه چیزی که خیلی خراب شده رو درست کنی عزیز. یه ذره صبر کن، حوصله کن، گذشت زمان بسیاری از این موارد مثلا مورد من میخواستم درست کنم فقط به خاطر دو تا دخترم بودش، چون واقعا کوچولو هستم و دو تا دخترن، نه اینکه بگم که عاشقشم میمیرم براش نمیتونم بدون اون زندگی کنم، نه اصلا این نبود. من آخه عزیزم بچه های تو سن عزیز من بچه های سن به خاطر بچه ها عزیز صبر کن قربونه. دختر بزرگ تو چند سالشه؟ من 2 سالشه. هیچ مسئله پدری براش معنی نداره، حتی 5 سالشم. آخه یه چیزی درست نکن که گویی مثلا بچه تو این سن و سال متوجه مهم. بچه همینقدر که نیازها و احتیاجات چه که برآورده کنه خاطرش واسطه میشه. میدونم این حرفیت در اذیت میکنه بچه ها، به بود و نبود و مرگ و زندگی پدر مادر تو 3-4 سال اول اهمیت نمیدن، یه کسی همون چیزایی که اونا میخوان رو براشون انجام بده، میرن سراغ اون. خیلی از این بابت ها بسیار حسی هستن، تکلیفشون هم روشن. تا 4 سالگی هم هیچ بویی در جهت مسائل مربوط به ارتباط و وفاداری و تعهد و اخلاق و اینا در کودک وجود نداره عزیز، اصلا نمیفهمه این موضوع. بنابراین بی خودی خودت هم اذیت نکن. یه اتفاق بدی است مثل اینکه به من برگردن بگن تو یه جراحی میخوای یا یه قسمت از بدن تو برای زنده بودنت باید قطع کنی. خب من میپذیرم سخت تلخ بده، ولی چاره دیگری نیست، کسی هم برای تو راه حلی نداره. هیچ، تو خوب و مهربون باش نسبت به همه، کارهای واقع بینانه بکن، کارهای عاقلانه بکن، دست به مانورهای عجیب و غریب نزن. با گذشت زمان در از نظر من از 10 مورد 9 موردش بچه ها رو میرن تحویل تو میدن، تو هم به اون چیزی که میخوای میرسی و نگرانی نخواهی داشت. امیدوارم چنین بشه، ولی برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. همچنین آقای دستان دست میدن.